بخش دوم برنامه کتاب The Fall of Heaven، زوال بهشت، کتاب اندرو سکات کوپر، استادیار دانشگاه کلمبیا، که واقعاً من یکی از جالبترین کتاب هایی که در این 37 سال نوشته شده و جامعه ترینشونه، نشون میده که انقلاب آخوندی چگونه در ایران برگزار شد و ایران چه وضعی داشت در اون زمان. خب ما به قسمت دوم رسیدیم، دنباله سفر فرح پهلوی، اولیاعظمت فرح پهلوی و سید حسین نصر به عراق، راجع به اون صحبت میکردیم. دو ماه قبل از انقلاب برای دیدار در واقع ابوالقاسم خویی رفتن، ولی صدام حسین رو هم میبینن. همونطور که در برنامه قبل صحبت کردم درباره این سفر به عراق، سکات کوپر می نویسه که در این سفر آنها ابتدا در بغداد به دعوت صدام حسین رئیس جمهور عراق، او را در کاخ ریاست جمهوری می بینند. در بخشی از این ملاقات که تنها صدام و اولی حضرت و سید حسین نصر در آن حضور دارند، صدام حسین رو به اولی حضرت کرده می گوید به برادرم اعلی حضرت از جانب من بگویید که این حرفای صدامه، من حاضرم که ترتیب کشتن خمینی را در عراق بدهم. بعد میگه ایشان نیز باید حالا دیگر، ایشان یعنی پادشاه ایران، ایشان نیز باید حالا دیگر هر چه زودتر برای حفظ ایران از تانک و توپ و تفنگ‌های خود در ایران علیه داردسته به اصطلاح انقلابیون استفاده کنند. به او میگه به پادشاه ایران از جانب من بگویید، این حرفای باز صدام حسینی، که بهتر است امروز 1000 نفر جان خود را در این راه از دست بدهند تا اینکه 1,000,000 نفر در آینده. بعد از ترک کاخ ریاست جمهوری، در کتاب اومده اولیاعظمت و سید حسین نصر با هم به موافقت میکنند که در مراجعت به ایران پیام صدام را اولیاعظمت عیناً به پادشاه برسانند. تمام این چیزها رو من ترجمه کتاب دارم براتون میگم، من اضافه نمی کنم، کمم نمی کنم، گاهی که خودم صحبتی میکنم متوجه میشین. سکات کوپر می نویسد که ملاقات آنها با آخوند ابوالقاسم خویی، اون وقت مرجع تقلید بهش میگفتن برای پیروان دین شیعه، با اینکه با احترام برگزار شد، به ابراز نظر علنی از جانب خویی که نتیجه آن حمایت مسلمانان ایران به نفع پادشاه ایران باشد، منتهی نشد. به طوری که کوپر می نویسد او در پایان ملاقات به فرح پهلوی گفت، یعنی گفتشه، شما یک زن مسلمان هستید، نباید با مردها دست بدهید و عکس هایتان در روزنامه ها باشد. خویی در پایان یک انگشتر هم برای پادشاه از طریق اولیاعظمت هدیه میفرستد. کوپر میگوید اولیاعظمت گفته است که در جواب صدام پادشاه گفتند، این حرفایی که اولیاعظمت میگه پادشاه گفتند، من دستانم را به خون مردمم آغشته نخواهم کرد. و به پیشنهاد صدام مربوط به کشتن خمینی در عراق نیز از جانب عراقی ها پاسخ نمیدهند. پس شاه جوابی نمیده که صدام کاری که میخواست بکنه انجام بده که خمینی رو بکشه. در صفحات 247 و 247 جهشت کتاب کوپر صحبت از این است که در روز تولد 58 سالگی در سال 1978 پادشاه،
رسماً اعلام میکند که به زودی پادشاه رسماً اعلام میکنه روز در روز تولدش 58 سالگیش در تهران رسماً اعلام میکنه که به زودی در مشهد دانشگاه مطالعات اسلامی به ریاست دکتر حسین نصر تأسیس و آغاز به کار میکنند. حسین نصر که امروز میگه من اون زمان مخالف همین رژیم بودم اینه. حالا میگه در امریکا میگه تو روزنامه منعکس شده. سکات کوپر همچنین در صفحه 248 این کتاب می نویسد که مطالعات او حاکی از این است که شاه در نظر داشت که دبیر کلی حزب رستاخیز و مقام نخست وزیری کشور را نیز به سید حسین نصر بسپارد. باور نکردنیه، ولی تمام حرفای کوپر مستدله و با سند و مدرک داره این حرفا میزنه. دکتر حسین نصر حالا به دروغ، البته به عقیده من، مدعی است که ماها قبل از انقلاب او میخواسته است به اتفاق خانوادهش ایران را برای همیشه ترک کند. جلال خالق. مدتی کوتاهی قبل از انقلاب که من در اثر عدم تفاهم و سازش با نخست وزیر وقت دکتر جمهوری آموزگار، من خودم، اینا چیزهایی که من دارم میگم، مدت کوتاهی قبل از انقلاب که من در اثر تفاهم، عدم تفاهم و سازش با نخست وزیر وقت دکتر جمشید آموزگار تصمیم به استعفا از وزارت علوم را گرفته بودم، دکتر جمشید آموزگار نخست وزیر یک روز به من تلفن زد و گفت دو نفر خود را کاندیدای مقام وزارت علوم نمودند، جانشین من، ممکن است امروز از شما به نخست وزیری آمده در جلسه با حضور آن دو نفر و تیمسار نصیری که با حضور آن دو نفر و تیمسار نصیری تشکیل خواهد شد. اینا رو آقای ثابتی، حالا زنده است در امریکا، حتما میدونه اینایی که میگم، چون نصیری زنده نیست. تشکیل خواهد شد، شرکت کنید و یکی از آنها را برای آن مقام به من معرفی کنید. یعنی آموزگار به من میگه تلفنید به این جلسه در نخست وزیری ساعت 3 یا 4 بعد از ظهر تشکیل شد، برو تیمسار نصیری اونجاست، دو نفر میان، این دو نفر شما ببینین که کدومشون بهترن برای ریاست دانشگاه، چون هر دوشون خودشون کاندید کردن. این آقایی که میگه من میخواستم از ایران خارج بشم، حالا میبینین چی کار کرده بوده. این جلسه با اون دو نفر و تیمسار نصیری و من عصر روز آن روز در نخست وزیری تشکیل شد. اینا از کتاب کوپر نیستن، مطلبی که من میدم در تایید حرفای کوپر. من به دکتر حسین نصر رأی دادم. نصر نشسته بود و احسان نراقی، این دوتا بودن که کاندید شده بودن، خودشون کاندید کرده بودن، ما باید یکیشون رو به نخست وزیری پیشنهاد بدیم. من به دکتر حسین نصر رأی دادم، تیمسار نصیری به احسان نراقی. مدت کوتاهی بعد کابینه آموزگار سقوط کرد و کل موضوع به فراموشی سپرده شد. بر اساس محتویات صفحات 444 و 448 کتاب کوپر، نطق معروف 2 بعد از ظهر رادیو تلویزیونی 6 نوامبر 1978 معروف به صدای انقلاب شما را شنیدم محمد رضا شاه را رضا قطبی و سید حسین نصر تهیه کرده بودند و شاه آن را، من تمام این مستندات رو از این کتاب دارم به شما میگم، در این کتاب بریم بخرین و بخونید و میبینید، تو آمازون میتونید سفارشش بدید. اسم چیز هست اندرو A-N-D-R-E-W سکات S-C-O-T-T کوپر C-O-O-P-E-R. من هم که صفحات میدم، خب بر اساس صفحات 444 تا 448 دو نفر خودشون رو نطق پادشاه رو 2 بعد از ظهر نطق خونده شد، گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، نطق رو دیر بهش رسوندن و پادشاه بر میگرده به
رئیس تشریفات اون روزها که اصلان افشار بود بهش میگه که چی شد؟ میگه اول نطق بردن پیش اولیا حضرت تو کاخ که اولیا حضرت ببینن، که اصلا همچین چیزی مرسوم نبود. بعد آوردن پیش شاه نطقو که میبینه دیگه بقیه نمیخونم، همه میگه. البته نطق در واقع به همه امیدهای طرفداران پادشاهی خط بطلان کشید. یعنی شاه برگشت و نطق گفت که به انقلابیون که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. اصلان افشار میگه شاه قبل از اینکه نطق رو بخونه وقتی نگاه کرد به من گفت من این حرفا رو نباید بزنم. تو کتاب کوپرم عین این مطلب اومده. در صفحات 120 الی 121 کتاب کوپر از زبان سرهنگ علی ستیز، یکی از اعضای سازمان اطلاعاتی ارتش ترکیه، که خمینی چند ماه از مدت اقامتش در ترکیه را اول که تبعیدش کردن به خارج به ترکیه رفت، در منزل این شخص گذرانده بود به تصمیم دولت عراق، سرهنگ علی ستیز. از زبان اون میخوانیم که میگوید هنگامی که خمینی از ایران وارد ترکیه میشود مال و دارایی با خود نداشت، ولی هنگامی که پس از چند ماه اقامت در ترکیه با موافقت دولت ایران برای اقامت عازم عراق شد، او یک فرد بسیار متمول میلیونر در اون روز و زمان بود. همه این دارایی ها را در مدت کوتاه اقامت خود در ترکیه از کمک های نقدی ایرانیان داخل و خارج به دست آورده بود. شما انقلاب کردین، پولو دادین، اول کار پولار دادین، حالا چی کار کردین بعد این 37 سال؟ ناراضی هستین، 50-47% زیر خط فقری. دیکتاتوری هم که خفقان و شرایط حاصل جونتون به لبتون رسونده. چطور شد اون زمان که درآمد سرانه ایران از 400 دلار اومده بود رسیده بود به 2300 دلار و هر روز وضعتون داشت بهتر میشد به طور کلی، فقر و فاقه به این وضع موجود که امروز هست نبود، اونطوری بلند شدین، حالا که وضعتون اینطوره دیده نمیشه که همچین کاری بکنین. میگه سرهنگ علی ستیز، میگه که در عرض این مدت کوتاهی که در چیز بوده، در ترکیه بوده، اون مدت کوتاه 3-4 ماه بیشتر در ترکیه نبود، بعد از اون رفت به عراق. همچنین در عراق نیز کتاب کوپر می نویسه با کمک های هنگفت ایرانیان، به خصوص ایرانیانی که مال و منالی دارن، خمینی به دارایی های فراوان دست پیدا کرد. تا اینکه در ماه‌های پایانی اقامتش در عراق و طی مدت اقامتش در پاریس، دولت لیبی هم علناً دست به دادن پول‌های هنگفت به او برای راه انداختن انقلاب در ایران زد. اینا همه مطالب کتابه، من نمی‌گم این چیزا رو، به طوری که من هم در کتاب آتش نهفته، در این کتاب که جلد جدیدش، چاپ جدیدش به زودی میاد بیرون، شما دسترسی بهش پیدا میکنید، خیلی از مطالب کوپر رو من هم همونا رو دارم میگم تو این. من فقط 20 سال پیش نوشتم، 19 سال پیش اومد از چاپ بیرون. کوپر حالا میگه، کوپر از من خیلی مفصلتر و اطلاعاتش مبسقتره. صفحات 240 الی 249 آتش نهفته ببین. من اشاره میکنم که طی مدت اقامتش در عراق و فرانسه و خمینی برای انداختن انقلاب 22 بهمن علاوه بر کمک های مالی داخل کشور از چند کوپر اشاره میکنه از چند صد میلیون دلار کمک خارجی هم از لیبی، از الجزایر، از عبدالناصر، از سوریه، از یمن جنوبی
و به احتمال زیاد از روسیه برخوردار شده بود. در ماهای آخر به احتمال زیاد از کمک امریکا هم برخوردار شده بود. در هفته ها و روزهای پایانی اقامتش در عراق، دیگران هم به احتمال زیاد از جمله امریکایی ها هم به کمک های مالی که او و هوادارانش در ایران و فرانسه و امریکا برایش فرستاده بودن از این صحبت ها میکنن. در آن ماها و روزهای پایانی و بحرانی و حساس رژیم پیشین همه میدیدند و اغلب میدانستند چه بلایی دارد به سر ملت و مردم ملت کشور و مردم مملکت میآید. حقیقت این است که در واقع خودمان بودیم که به دست خودمان این بلا را به سر ملتمان آوردیم. نسل جوان کشور را باید به وضوح به تاریخ آن دوران باز هم بیشتر و بیشتر آشنا کرد. در صفحه 315 کوپر به جریان آخرین ملاقات نوروزی قبل از انقلاب در صفحه 315 کوپر به جریان آخرین ملاقات نوروزی قبل از انقلاب پرویز ثابتی با آیت الله شریعت مداری میپردازد. در این ملاقات شریعت مداری به ثابتی میگوید که امروز وجود خمینی در واقع خطر بزرگی برای ایران و ایرانی شده است. همانند صدام حسین، آیت الله شریعت مداری ترور خمینی را به عنوان تنها راه حل به ثابتی پیشنهاد می کند. اینا همه از کتاب کوپر. ثابتی به اون می گوید به دست ما که حضرت آیت الله به دلایلی که می دانید این از دست ما که به دلایلی که می دانید این کار ساخته نیست. اگر شما آن را ضروری تشخیص می دهید از طریق صدور فتوای محرمانه کار را خودتان دنبال کرده آن را به پایان برسانید. در صفحات 320 322 و 323 کتاب کوپر به درستی می نویسد سفارت امریکا و به خصوص جنرال هویزر فرستاده نظامی امریکا به ایران که اومده بود به اصطلاح از نظامیان حمایت بکنه، ولی اونا رو گفته بود دست به هیچی نزنین، در هیچی مداخله نکنین، بیطرفی خودتون. در نهایت بهشون گفت بیطرفی ارتش رو امضا کنین که قره‌باغی جلسه کرد و همشون یه چیزی نوشتن بیطرفی ارتش رو امضا کردن، یعنی تمام سقوط رژیم بود. به خصوص شخص سفیر امریکا، گفتم که کتاب کوپر می نویسد که سفارت امریکا به خصوص جنرال هویزر فرستاده نظامی امریکا به ایران، شخص سفیر امریکا سالیوان و همکاران نزدیک او به طور عجیبی در اون روزهای حساس به نفع مخالفان مداخله در کار مملکت مداخله می کردند. از جمله اجازه تظاهرات خیابانی برای آنها، یعنی مخالفان رژیم، از شاه می گرفتند و به بازداشت آنها اعتراض می کردند. سفیر انگلیس در تهران نیز در این مداخلات با سفیر امریکا هم راه بود، گاه و بیگاه در معیت یکدیگر هر دو با هم نزد شاه می رفتن و به نحوی با او عمل می کردن مثل اینکه ایران از جمله مستملکات آنهاست. اینجا یه چیزی بگم، براتون گفتم که نگفتم، حالا میگم. من بعد از یک سالی که وارد ایران شدم
میرفتم به کنفرانسی در هند. اولیا حضرت رئیس دفترش نبیل بود، پیر شده بود، داشت عوض میکرد، یک کسی رو میخواست. با افراد مصاحبه میکرد. من یه دفعه دیدم منم خواستن به کاخ، قبل از رفتنم به دهلی برای کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل، رفتم کاخ، خب هیچ نفهمیدم برای چه اسم من خواستم. رفتم بعد رفتم دهلی. بعدا دیدم که رئیس دفتر اولیا حضرت تعیین شد. رئیس دفتر جدیدشون. بهادری بود، به جای نبیل اومده بود. بعد از اینکه برگشتم به ایران، من میدیدم که مسائل مختلف میگذره اینا و ناراحتی های مردم هست اینا. با دوستانم نشستم صحبت کردم، به این نتیجه رسیدم که به احتمال زیاد شاه اطلاع نداره از آنچه که این چیزهایی که ما صحبت میکنیم. و شاه و ملکه هم رفته بودن به یه سفری به امریکا، در برگشت بازگشتشون اومده بودن از طریق برلین، تظاهراتی شده و یه نفر کشته، یه ایرانی کشته شده بود در اون تظاهرات. و در کاخ یه مهمانی شام بود و اولیا حضرت اومدن با من و با قطبی و با یکی دیگر از فامیلاشون که اونجا بود، کیوان، اسمش الان خودم، آرشیتکته، کارهای آرشیتکتی مختلف در ایران کرده، از جمله موزه‌ای که ساخته شده و همچنین چه دایی دیگه، کامران دیبا. ما ستا وایساده بودیم. اولیا حضرت به ما ستا میگفتن که چرا مردم، ما این همه شب و روز کار میکنیم، از ناراضی هستن. من گفتم قربون، برای اینکه مردم درست نمیدونن شما چی کار میکنید، چیزایی که دور و براتون هم میبینم و بعضی از دور و براتون سابقه خیلی خوبی ندارن و اون باعث میشه که مردم اینطور صدا کنن. حقیقت حقایق هم خیلی جاها بهتون نمیگن، چون خیلی هم میترسن بگن، باعث ناراحتی براشون بشه. بعد از مدتی دوباره من اولیا حضرت دیدم، به ایشون گفتم قربون، زمانی که در بزرگترین دموکراسی دنیا در اون زمان و حتی حالا امریکا، کندی سر کار بود، که هرچی از انتقادات تو روزنامه ها دیده میشه بیشترش، یا رادیو تلویزیون ها، با این وصف اومده بود یه چیز درست کرده بود به اسم برین تراست برای خودش خارج از دولت. 20 نفر آدمایی رو که بهشون اعتقاد داشت، اطمینان داشت، وارد میدونستشون در رشته‌های مختلف، میوبرد هر دو هفته یک بار دور میز در کاخ سفید میشستن. اونا هرچی فکر میکردن که غلط در مملکت یا کاری که باید انجام میگیره انجام نمیگیره و غیر ذلک، باز حرف میزدن، بلا میشدن میرفتن خونه هاشون. کندی کار خودشو میکرد، اونا هم کار خودشو. اقلا کندی شنیده بود چیزایی که دولتی ها بهش نمیگفتن. من گفتم حداقل شما در بزرگترین دموکراسی دنیا این کارو کرد کندی، شما که دموکراسی دنیا نیستین، همین کارو شما بکنید، حداقل بفهمید که چه خبره، ناراحتی مردم کجاست. وقتی میرفتم به هند برای یک کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، منو قبل از رفتم اولیا حضرت خواستن، به من گفتن این کار تو شما بکنید، گروه رو تشکیل بده. هیچ جا اولیا حضرت اینا رو ننوشته، اینایی که بهتون میگم، هیچ جا در هیچ کتابیش. من در آتش نهفته همه اینا رو نوشتم، اسامی و این افرادی هم که بعداً میگم بهتون که عضو این گروه شدم اووردم در آتش نهفته. بعضی هاشون که ایران مشکل براشون درست میشد اسامیشون نذاشتم، ولی اسامی اقلن 77-78 نفرشون هست در اینجا. حالا پیدا میکنم بهتون میگم کجاست، که اگه خواستین بریم ببینیم، پیدا میکنین خودتون تو این کتاب. من گفتم آقا بیاین شما این کار بکنین. ایشون گفتن که قبل از اینکه من برم، گفتم خب شما شروع کن. من با خانم زهره سرمد و یه استاد دیگه دانشگاه و با یکی دو نفر دیگه، نادر افشار نادری و اینا، این کار شروع کردم. استاد جامعه شناسی برجسته ایران بود، اونا هم استاد بودن هر دوشون. که بالاخره ما 4-5 شدیم، 6 شدیم، 7 شدیم. آخر سر قبل از انقلاب تعداد ما، من وقتی وزیر آموزش شدم، ما در حدود 87-88 نفر بودیم. اینا گروه گروه می اومدن در ساعات آزاد من که خونه اومده بودم دیگه، از کارم اومده بودم، من که همیشه وزیر نبودم در این 18 سالی که در ایران بودم،
ساعت مثلا 6 بعد از ظهر میمادن، 2-3 ساعت منزل من راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم. بعد یه مسئله که میدیدیم خیلی مهمه، باید حتما شاه بدونه و نمیدونه، اون شخصی که مطرح کرده بود گزارش تهیه میکرد در 6-7 صفحه، نه بیشتر، چون خونده دیگه نمیشد. می آورد به من میداد، منم به اولیا زاده تلفن میزدم، میگفتم این گزارش دارم میفرستم، میدم در کاخ، یه کسی میده در کاخ تو پاکت، بگیم بیاره بالا براتون به اعلی زاده. میرفت پیش اولیا زاده. جمعا در این 17-16 سالی که من در ایران بودم بعد از تحصیلاتم قبل از انقلاب، ما در حدود 90 تا گزارش دادیم. 90 تا گزارش رو چیزای مختلف. اینا رو این آقایینی که میگم اسامیشون هست اینجا چیزی توی کتاب، اینا همه میتونن براتون چیز بکنن، نشون بدن که این کار شده. خب این رو اینجا گفتم که اینو بگم که این کار رو که میشد خیلی چیزاشو ما میدادیم، گزارش میدادیم، میگفتیم که چرا اینا دارن این کار رو میکنن. در این زمینه برای آشنایی بهتر شما میگم، با مداخلات روزافزون صریح امریکا و انگلیس در امور ایران در آن زمان روزها، خواندن صفحات 262 تا 269 کتاب چند سال پیش من آتش نهفته که مجدداً به زودی از چاپ خارج خواهد شد رو توصیه میکنم. من در آن چند صفحه به طور مستند به موارد مهمی از مداخلات امریکا و انگلیس در امور ایران، به خصوص طی چندین ماه آخر کار رژیم پیشین، به تفصیل صحبت میکنم. این قسمت اسامی رو چون نمیخوام زیاد چیز بکنم، پیدا که کردم میارم براتون چیز میکنم، براتون میخونم. بقیده من کوپر به درستی در صفحه 44 کتاب خودش مینویسد که باعث و بانی سرچشمه فقر، فساد، دروغگویی، دیکتاتوری و بدحکومتی در ایران طی مدت چندین قرن را میتوان به سلطه چند صد ساله اعراب و مغولها بر ایران که آثار شوم آن هنوز هم در میان ایرانیان باقی است و سلطه خارجیان ارتباط داد. در صفحات 52 و 53 کتابش میگه، به درستی میگه که منبع و منشأ اعتقادات خرافی و واپسگرایانه مذهبی محمد رضا شاه را به خوبی میتوانیم به خصوص آنچه در اولین کتاب او تحت عنوان مأموریت برای وطنان ببینیم. نتیجه تربیت مادری که او از خردسالی به نتیجه تربیت مادری است که او از خردسالی به دست آورد. رضا شاه اصلا چیزای این مزخرفات رو قبول نداشت، این چیزایی که مادر محمد رضا شاه قبول داشت. مادر محمد رضا شاه آخوندا می اومدن، شمس قنات آبادی و دیگران اینا مرتب تو خونش می رفتن اینا، اون چیز در همین راستاست. اولین کتاب شاه رو که بخونه می بینین، اولین کتابش که قبل از خیلی قبل از انقلابه، مأموریت برای وطن هم میگم بکن باشه، میبینی میگه از اسب افتادم پایین، حضرت امیر اومد منو بلند کرد، نجات هم داد، چیزی کرد، حرفای از این قبیل خیلی زیاده. همونطور که در صفحات 62 و 63 کتاب کوپر آمده است، در سال 1949 در جمع آخوندهای رده بالای ایران شاه خطاب با آنها میگوید، این حرفای شاه، یکی از وظایف و مسئولیت‌های روحانیون کشور حافظ خلقیات مردم کشور بودند. به اونا چه خلقیات مردم کشور؟ بیدار کردن مردم کشور. اونا که بدتر آدم می‌بردن به قرن هفتم، به 1300 سال قبل، 1400 سال قبل، بیدار کردن مردم کشور و آشنا ساختن آنان به حق و حقوقشان. اینا که به حق و حقوق مردم اعتقاد نداشتن، چی آشناشون بکنن؟ و مقابله با حکومت‌های ناقض آن حقوق و قوانین است. من یادم میاد وقتی که
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب رسید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا. چند کشور رأی ممتنع دادند، ایران و دیگران همه رأی مثبت دادند به اعلامیه جهانی حقوق بشر. یه آخوندی بود میومد، ما تلویزیون نداشتیم، من 10 سالم بود، 10 یا 11 سالم بود، رادیو تنها چیزی بود که ما داشتیم اون زمان. یه آخوندی بود هر جمعه میومد توی رادیو به اسم فلسفی و این 1.5 ساعت تا 2 ساعت حرف میزد. این در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر حرف میزد. من بچه علاقمند بودم ببینم چی میگه. حقوق بشر هم ما هم اون زمان میدونیم که حزب توده اومده بود، حزب دموکرات قوام اومده بود، از این صحبت این مسائل مطرح بود بین تو مدارس. وقتی نگاه کردم دیدم که 100% با اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف بود، با مساوات زن و مرد مخالف بود، با اینکه زن مساوی مرد ارث ببره مخالف بود، با اینکه چادر برداشته شده و اینا مخالف بود. حالا دیگه رضا شاه نبود، اگه رضا شاه بود جرأت نمیکرد این چیزا رو از رادیو بگه. 1948 این در حدود مثلا 17 18 دسامبر 1948، چون اعلامیه جهانی حقوق بشر 10 دسامبر تصویب شده بود. اینا این آدم ها فلسفی از بهترین اینا بود. اینا اومدن، حالا پادشاه ما داره میگه که اینا هستن که به حق حقوقتون میرسنن، به شما باید باشون چیز بشین. این رو مادر تربیتش کرده بود این چنین، نه اینکه آدم نازنینی بود. شاه فقید عاشق ایران بود، خدمتگزار بود، همه این چیزا. ولی این تربیت بچگی اولیه یه چیزی که هیچ وقت به این سادگی آدم نمیبرتش بیرون. من حقوق بشر رو از جایی یاد گرفتم که همون حرفای اون مردی آخونده رو پای رادیو گوش کردم، رادیو ایران، که حمله کرد به اعلامیه جهانی حقوق بشر مفصل 2 ساعت. از محتویات صفحات 113 الی 115 کوپر، سخنان اسدالله علم، پرویز ثابتی، تیمسار حسن پاکروان و جریانات 15 خرداد نویسنده یعنی کوپر نتیجه گیری می کند که محمد رضا شاه پهلوی برای اداره کشور در روزهای بحرانی ساخته نشده بود. من گفتم از نوشته های علم، پرویز ثابتی، تیمسار حسن پاکروان. نتیجه گیری می کنه کوپر، آخوندهای واپسگرا از این واقعیت به خوبی بهره گیری کردند، چون در روزهای سخت پادشاه ول میکرد، همونطور که ایران ول کرد اومد بیرون قبل از انقلاب، همونطور که در ملی شدن نفت با ثریا رفتن از کشور بیرون و چیزای ما. این خصوصیاتی که اینا هم از بچگی میاد تو آدم، اینا هم تربیت مادری بود. در صفحه 118 کتاب کوپر، از قول زنده یاد تیمسار حسن پاکروان، یک شخصیت بالای نظامی بسیار تحصیل کرده، درستکار منصف و برجسته و آشنا با خلقیات و خصوصیات خمینی، میخوانیم که میگوید این حرفاشه: خلقیات و برداشت‌های خمینی فاقد هر گونه استدلال صحیح و منطقی است. صفحات 250 تا 254 کتاب کوپر حاوی اطلاعات بسیار جالبی است از منشأ منابع مالی سرشار انقلابیون، از جمله کمک‌های داخل و خارج و همچنین از انبارهای مملو از اعلامیه‌ها و دیگر تبلیغات انقلابی برای پخش بین مردم در مواردی برای نگهداری اسلحه و پاسپورت های بدون نام و نشان برای استفاده در مواقع ضروری. بر اساس اطلاعات او یعنی کوپر، این انبارها اغلب در داخل مساجد و مدارس کشور تعبیه شده بودند. پس اینا یه دفعه میدیدی یه گارمه چیز اومد، اعلامی اومد بیرون، میگفتی از کجا اومده؟ از پاریس. اینا رو فرستادن پاریس،
بعد اینا رو آماده کرده بودن، یکیشو میفرستن پولیکوپی میکردن انبار میکردن، بعد یه دفعه میریختن توی مدارس و توی کارخانه جات اینا و هیچ کی نمیدونست اینا از کجا اومد. خیلی خیلی با برنامه ریزی این کارا رو کردن و نفهمیدیم. در صفحات دیگر از کتاب سرنگونی بهشت The Fall of Heaven اندرو سکات کوپر میخونیم که ترور حسن علی منصور نخست وزیر اسبق ایران که در ژانویه سال 1965 انجام گرفت، یعنی 13 سال قبل از انقلاب، طبق رأی یک دادگاه چریکی سری مذهبی متشکل از وابستگان خمینی انجام گرفت. بر اساس نوشته او، نوشته اندری سکات کوپر، نوشته او یکی از اعضای آن دادگاه چریکی که سمت مشاور ویژه وزیر آموزش و پرورش دولت وقت حسن علی منصور را هم به عهده داشت، آخوند محمد حسین بهشتی، یار نزدیک دیرینه خمینی بود. ببین ما چی بودیم؟ این آخوند بهشتی 12 سال کتابای درسی مدارس ما دست اینو، سه تا آخوند دیگه و یه نفر از سازمان امنیت و عنایت رضا بود. براتون گفتم قبلا. ببین کجا بود، چی کار میکردن اینا؟ میگه که به طوری که در همین کتاب کوپر میخوانیم، در ابتدای انقلاب در انفجار مجلس رژیم، همون بهشتی که در ابتدای انقلاب در انفجار مجلس رژیم کشته شد، اسلحه ترور منصور را نیز، حسن علی منصور را نیز، اکبر هاشمی رفسنجانی فراهم آورده بود، کوپر میگه، و در اختیار تروریست گذاشته بود. ما تروریست ها رو داشتیم در کشورمون، حالا تروریست این چیزه، یکی از مقام دومین مقام بالای رژیم آخوندیه. اسکات کوپر در صفحات 125 و 126 کتاب خودش می نویسد که نام شاه نیز ما بین 13 نفر افراد دیگری بود که در لیست ترور این گروه قرار داشت. لیست ترور این گروهی که بهشتی توش بود و رفسنجانی توش بود و دیگران، بر اساس تحقیقات اون نشون میده که نام شاه هم تو یکی. همونطور که میدانیم بهشتی در بعد به انقلاب ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشت و سالها از جمله سرکردگان رژیم بود که از او به عنوان جانشین خمینی انقلابیون نام میبردند و در انفجار ماه ژوئن 1981 که به گفته ترتیب آن را مجاهدین داده بودند، با 71 نفر دیگر از سرکردگان رژیم در انفجار مجلس رژیم کشته شد. خیلی جالب این اطلاعات، خیلی جالب، یعنی اطلاعاتی که خیلی از ما باش برخورد کردیم، دیدیم. من به شما گفتم قبلا اسم این افرادی که کتابای درسی زیر نظرشون بود 12-13 سال تو آموزش پرورش، خوندم اسامی رو، 4 تاشون از سرکردگان رژیم بودن. بهشتی اون یکی که شد نخست وزیر رژیم، با هنر برقعی رجایی شد نخست وزیر رژیم. این 4 تا وقتی من این مر فهمیدم که اینا دارن کتابای درسی رو، گفتم بهتون رفتم خونم مریض بودم نگاه میکردم دیدم که اینا همش ضد رژیم چیز نوشتن تو کتابای درسی، رشته امور علوم اجتماعی، رشته تاریخ، و اومدم اینو به هویدا گفتم، هویدا گفت یه چیز تهیه کن به علازت، به علازت دادیم، علازت پرسیدن چیکار کنیم، گفتم که قطع میکنیم کتابا رو از تمام مدارس جمع میکنیم. ماه آذر یا دی بود، تمام کتاب ها رو از مدارس جمع کردیم، کتاب های علوم اجتماعی رو، به خصوص دبستانی رو،
اون وقت باید کتاب میدادیم، ما کتاب نداشتیم، بنابراین جزوه می نوشتیم، هر دو هفته یک بار اینا رو تکثیر می کردیم، پولوکوپی می کردیم، سطح کشور پخش می کردیم، می دادیم، تا اینکه بعداً متون کتاب که عوض شد دادیم، کتاب ها چاپ شد. می دونیم ما چاپخونه به قدر کافی در کشور نداشتیم، کتاب های درسی ما در فنلاند چاپ می شد و از فنلاند با کامیون می اومد داخل کشور. زمان من بود که من اومدم چاپخونه، اینا که میگم همش مستنده و شما گوش میکنید میتونید تحقیق کنید. من اومدم همه چاپخونه های کشور رو تو وزارت آموزش پرورش جمع کردم، صاحبانشون رو گفتم آقا ما میلیون ها دلار داریم میدیم به خارج، به چاپخونه های خارج برای کتاب های درسی. ما در سال در حدود 80-90 میلیون جلد کتاب از خارج میدادیم برامون چاپ بکنم، به فارسی، فارسی رو میدادیم متن، اونا چاپ میکردن و کامیونا میومد. گفتم شما چاپخونه های ایرانین، بیاین وسایل رو فراهم بکنیم همینجا چاپ کنیم دیگه. گفتم ما پول نداریم وسایل. رفتم از بانک مرکزی پول وام گذاشتیم، حساب درست کردیم که اینا بیان وام بگیرن، برن وسایل رو بخرن، کتابا در ایران چاپ بشه. از سال بعد تمام کتابا در ایران چاپ شد. دیگه این مسخره بازی هایی که ما ندونیم تو کتاب درسی اینا چیه از بین رفت. و ما بنابراین ما طوری ناآگاه بودیم که اینا هر کاری دلشون میخواست میکردن. کوپر میگه آخوند محمد حسین بهشتی و بسیاری دیگر از سرکردگان رژیم آخوندی مانند رفسنجانی و خامنه‌ای افراد تحصیل کرده آشنا با مقتضیات دنیای معاصر نبودند و نیستند. و به نوشته او، به نوشته کوپر، بهترین برداشت اینه که میشه گفت که در میان آنها افرادی مانند دکتر مصطفی چمرانها و دکتر شایگانها بودند که به دنبال مدینه فاضله‌ای که هیچ وقت در دنیا وجود نداشته و ندارد با یک دار و دسته فاسد دروغگو، دروغ پرداز، خیانت پیشه همراه شده بودند. خاطرتون هست آخرین سفیر امریکا در ایران این آقای سلیوان قبل از فرود خمینی به ایران گفتش که گاندی دوم داره میاد به ایران. سالوان سفیر امریکا در ایران گفت گاندی دوم داره میاد به ایران. آندرو یانگ سفیر امریکا در سازمان ملل در همون موقع محمد رضا شاه رو با آدولف آیشمن، یه جنایتکار هیتلری، آدولف آیشمن مقایسه کرد و خمینی رو گفت یک قدوسه. اینا بودن یاران رژیم گذشته و کشورهایی که میخواستن در دنیا دموکراسی، آزادی، کثرت‌گرایی، حقوق بشر رو، و در ایران میگفتن که شاه حقوق بشر رو مراعات نمیکنه و ما میخوایم ترویجش بدیم. خب من گمون میکنم که در اینجا من میتونم این بخش امروز رو تموم بکنم و بذارم قسمت بعدمون رو برای ساعت بعدی که هفته آینده خواهد بود. ما در مجموع دوست عزیزم نادر دورمانی و دوست عزیزم کاردان به من 4 جلسه دادن. اگر احتیاجی باشه امیدوارم یه جلسه دیگه هم بهش بتونیم اضافه کنیم. من به دوستانی که شنیدن که حالا این کار شروع شده اینجا و هول هولکی میرن یه چیزای عوضی از این کتاب می نویسن توصیه میکنم تا وقتی که کتابو درست نخوندین چیزی راجبش ننویسین. راجب کتاب بنویسین، کتاب مهمه، توصیه کنید که ایرانی‌ها برن بخوننش، بخرنش، خیلی مهمه این کتاب برای شما که دلتون برای آینده ایران دلتون میتپه، برای اینکه آزادی و کثرت‌گرایی و پیشرفت و
بهبود مملکت ما و مقام خودش رو در دنیا دوباره یه مقام بالایی پیدا بکنه در دنیا. ما داشتیم پیدا میکردیم آهسته آهسته، مشکلات هم خیلی داشتیم، همه چیمون خوب نبود و داشتیم پیش جلو میرفتیم. یه دفعه برگشتیم به قهقرا. ببینید حقوق زنتون چه وضعی داره؟ ببینید دیگه چند تا زن چیزشون شهادتشون معادل یه مرده؟ دو تا زن یه مرد. یه مرد چرا بتونه چهار تا زن بگیر و هر چی دلش میخواد سیغه بکنه و هزار تا کار بکنه، هر وقتی دلش میخواد طلاقشون بده همه کار بکنه، اون وقت اون زن بدبخت بیچاره اون چی؟ چرا؟ یه انسان نیست، مساویه. چرا حق طلاق با مرد باشه؟ حالا تازه اومدین شما یه ذره تعدیلش کردین ولی هنوز همونه. برای چی؟ چرا بچه ها رو باید در صورت طلاق باید پدر بگیره حضانتشون با بچه کوچیک؟ چرا؟ مادر اون همه زحمت میکشه، اون چه کار هست؟ این چیه؟ چیه؟ همه چیز عربا، اون چیز عهد بربریت شما آوردین امروز به عنوان چیز راهنما و یه مردم ایرانش کردین، یه عمل اکرم پیدا کردین به اسم پاسدار، بهشون مسلسل و اینا دادین که تو خیابونا بریزن بزن بکشن مردم رو بترسوننشون. این چیزیه که ما میخواییم داشته باشیم. ما یه وقتی سر واقعا کشور ما یه وقتی برای خودش در زمان 2500 سال پیش یک کشور نمونه تو دنیا داشت، در اون زمان دنیا نمونه بود. حالا چی هستیم؟ دوروبرمون هم که داره همین کار اینا میکنن در یمن و در سوریه و در جاهای دیگه که میبینید و چشم خودتون داریم میبینید، و کشورمون هم که مهمترین چیز برامون استقلال کشورمونه، یک کشور دیکتاتوری عظیم در شمال کشورمون به اسم روسیه حالا اومده فرودگاه کشورمون هم داره دخل و تصرف میکنه درشون، یواش یواش چیزای دیگه همون هم همینطور. و این شما مردم ایران هستین، فقط شما مردم ایران هستین که باید به فکر ایران باشین، هیچ کی دیگه به فکر ایران و آینده ایران و آینده بچه های شما نیست جز خودتون. تا برنامه بعدیم، بدرود.